عبدالحسین تیمورتاش کی بود؟ چرا کشته شد؟ چه نفعی به قاتلینش میرسید که او را از بین بردند؟ برای یافتن دلایل جرم باید ریشه یابی کرد. چه چیز باعث میشه که جرم اتفاق میفته، شکل میگیره؟ عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار پهلوی بود و بعد از شاه دومین قدرت مملکت. خب، قدرت غرور میاره و غرور باعث سقوط میشه. عبدالحسین تیمورتاش برای جلوگیری از پیشرفت عده‌ای در واقع اونها رو قربانی کرد، ولی در نهایت خودش گرفتار شد. اینجا دادگاه محاکمه پدر من نیست، محاکمه قاتلین پدر منه. همینطور هم هست خانم. پدر شما بخشی از تاریخ 20 سال گذشته این مملکته. اگر قرار تاریخ بررسی بشه، باید بد و خوب آدمهاش هم مطرح بشه. مایه به پدرم رو عنوان میکنید تا جرم قاتلینش سبکتر بشه؟ اگر این دادگاه پدر شما هم بود، ثابت میکردم که پروندهش سیاه‌تر و هولناکتر از پرونده احمدی و مختاره. به شما اجازه نمیدم به پدر من توهین کنید. ساکت، نظم را رعایت کنید. شما هم بفرمایید بشینید خانم تیمورتاش. یادتون باشه که اینجا میتینگ سیاسی نیست، دادگاهه. من حق دارم مدافع پدرم باشم. اگر شما مدافع پدرتون هستین، آقای دادستان هم مدافع ملت ایرانه. تحمل داشته باشین تا صحبتایشون تمام بشه. به شما هم فرصت داده میشه که حرف بزنید. مطمئن باشین اگر جایی اهانتی به کسی بشه، من خودم جلوشو میگیرم، قاطع و بدون گذشت. بفرمین آقای دادستان. متشکرم. پس از اختلافاتی که بین شاه و تیمورتاش پیش آمد و به خصوص سوء ظنی که در مورد جاسوس بودن او وجود داشت، ابتدا از وزارت دربار معاف شد و بعد هم دستگیر و محاکمه شد. ظاهراً به اتهام 40,000 تومان که در بانک ملی هنگام تبدیل ارز اختلاس کرده بود متهم شد. دکتر لیندون بلات، رئیس آلمانی بانک، نیز در همین ارتباط دستگیر شد. سلام ساره. سلام ارماهد، حاله چطوره؟ برمونت برم. حالت خوبه؟ خوش آمدی، کوچیکه تا. چرا دیر کردی؟ ساعت من مریضه. خب. باید ببرمش دکتر وقتی میکنم. تن سالم باشه. تو این دوره ایوان افزا آدم اصغرس دارم ناکار میشه. درسته؟ دیگه چه برسه به یه ساعت فکستنی که یه کوکه و یه فنر و یه رقاصه. سلام علیم. سلام علیم تقیی. سلام علیم. قربان. میام پیش دلا. بشین. چون آقا مینوی ها حالم خیلی گرفته. چرا؟ بخاطر اینکه سه تا گونی برام فرستادن. چی؟ همین نخود دلو بیا. آه خب. دو تا گونیش خاکه. خدا رو شکم. چرا؟ خیلی خدا رو شکم. اگه هر دو تاش خاک بود چی کار میکردی؟ چه میدونم؟ خلوپی میرسم تو سر. خب نهار چی داری؟ همون آبزی پای همیشه گیاره؟ دست درد نکنه بابا. واقعا دست درد نکنه. یکم هم دومه قاتش کرده. دومه؟ آره؟ ساله یادت باشه این دنبه رو بفرستی بری شوروی. بی استالین با این سیبیلیشو چرب بکنه بتونه جلو آلمانا واسه ها. حالا که همه چیز ما داره میره شوروی، دنبه تو هم روش. اونم یه حرفی بگو نهارو من بیارم. چوششم آتقی. حالا
این نارا آقا می نویره ببین سر میز بودو. میگم مینوی جان این پاورقی رو تو خوندم ها، خیلی چیز قشنگ بود، همون که در رابطه با کی بود؟ عطابکی. عطابکی، امیر عطابکی، خیلی چیز قشنگ بود. اولا پاورقی نبود، ثانیان خیلی ممنون که خوندی، لطف کردی. سالسن نه خر، من خودم برات میارم. شاکرتا. قابل نداده وقتید آمون علی طبقه ایشی چی؟ پاورقی چی؟ پاورقی یعنی چی؟ یعنی اینکه تو یه لیوان پر آب داشته باشی، هر دو روز یه دفعه یه قلوب بخوری بذاری زمین، با دو روز دیگه بیای یه قلوب بخوری بذاری زمین، یعنی پاورقی. چه خوب فهمید. راستی از دادگاه چه خبر؟ عباسی میگو پرونده تیمورتاش تو کاره. خب پس با این حساب من فکر میکنم همین روز است که دکتر احمدی هم درازکش کنه. زیاد امیدوار نبا. چطور؟ من فکر میکنم که اگه ورق برگرده خب و عوض شه، بعد این آقای پزشک احمدی مقرب درگاه بشه، خب اون وقت با چه لذتی این سرنگ هوا رو تو رگ رئیس دادگاه و اعضای دادگاه فرو میکنه. به این حرفا کدومه؟ خدا نکنه یهو میکنه. آقای احمدی، شما مدعی هستین که در قتل عبدالحسین تیمورتاش بی تقصیرید، درسته؟ بله قربان، قربون دهنید که مدافع حرف حق هستید. آقا نمیدونم من چه گناهی کردم، من فلک زده چه گناهی کردم، هر کی مرده یا به قتل میرسه گناهش میفته گردن من. شما از چه سالی در خدمت شهربانی هستی؟ از زمان آقای درگاهی، یعنی وقتی بنده مستخدم نظمیه شدم، تقریبا یک سال بعدش تیمسار آی رو اومدن سر کار. پس در زمان مرگ تیمورتاش در زندان خدمت میکردی؟ بله قربان، تو بخش بهداریش. به زندانی هم سرکشی میکردین؟ البته نه در بخش بهداری. بله آقا، بله، گاهی اوقات، یعنی وظیفه بنده بودش. حالا غیر از وظیفه من از رضای خدا هم این کارو میکردم. ساکت، نظم دادگاه را رعایت کنید. ساکت. در جواز فوت تیمورتاش دلیل مرگ سکته قلبی عنوان شده. این جواز را شما صادر کردید؟ بله قربان، بله. پزشک دیگری هم مقتول را دید یا معاینه کرد؟ خیر قربان، خیر، یعنی نیازی نبودش، مثل روز روشن بود که ایشون سکته کردن. آقای رئیس، ممکنه از ایشون بپرسید علائم سکته قلبی چیه؟ چی؟ وقتی یک نفر سکته قلبی میکنه علائم ظاهریش چیه؟ چطور سکته قلبی رو از خفگی، مسمومیت، سکته مغزی یا انواع دیگر مرگ تشخیص میدید؟ خب سکته کرده دیگه، یعنی قلب وامیسه و میمیره شخص. این سوالا چیه شما میکنید؟ اینجا مگه کلاس درس طبابت آقا؟ خیر، کلاس درس طبابت نیست. این سوالا برای اینه که معلوم بشه جناب عالی هیچ تخصصی در پزشکی نداری. شما از پزشکی فقط انژکسیون و داروسازی رو بلدید و تخصصتون در داروسازی، داروهای سمی و در انژکسیون
تزریق هواست. ساکت ساکت. ای خدا وای وای، به خدا آقا داره بهتون میزنه. من امین درد زندانیا بودم آقا، چرا بدون مدرک و دلیل صحبت میکنی؟ بترس از خدای بالا سرتون، بترس. ساکت آقا ساکت. آقای احمدی گفتم ساکت، اینجا که چاله میدون نیست داد بیداد میکنی. آخه قربان داره بهتون میزنه، میخواد بگه من آدم کشم، منی که روز و نمازم ترک نشده. اون آقا ای خدا تو شاهدی، اون آقا دادستانه و حق داره از شما سوال کنه. شما در جواز دفن مرگ تیمورتاش را سکته قلبی نوشتید، بر طبق کدوم علامت؟ چجوری تشخیص دادین؟ از کجا فهمیدین که سکته قلبیه؟ خب سکته کرده بود دیگه، سکته کرده بود همین؟ شما حرفای احمد احمدی رو در مورد سکته قلبی تیمورتاش تایید میکنی؟ حقیقتش قربون خیر. چطوری خیر؟ اصلا تو کی هستی؟ کی به تو پول داده که شهادت دروغ بدی؟ ساکت آقا ساکت، حرف نباشه. تا سوالی از شما نکردم حرف نزنید. بنده اون موقع مأمور بند ششم بودم در زندون قصر، همون بندی که تیمورتاش هم حبس بود. خب چند ماهی اونجا بود، هی آه و ناله می کرد و از مردن می ترسید، تا اینکه یه روز احمدی رفت ملاقاتش، ما رو هم برد. احمدی رفت سلول تیمورتاش چیکار کنه؟ عیادت یا معاینه و از این چیزا؟ هیچ کدوم قربون. توی غذاش سم ریخته بود، فکر میکرد تیمورتاش با اون سم میمیره، ولی تیمورتاش نمرد. آخرش احمدی از ما کمک خواست، من و سرکار صداقت دست پای تیمورتاش رو گرفتیم، احمدی یه متکا روی صورتش گذاشت و خفش کرد. دروغه 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 آقا دروغه، من کسی رو نکشتم. ساکت آقای احمدی. من پیغمبر، من کسی رو نکشتم. زندانی ببری حبس. من آقا من نماز رو تن فرق نشده. بفیر سرهنگ راسخ، شما مدیر زندان قصر بودین؟ من در زمان مرگ عبدالحسین تیمورتاش رئیس زندان قصر بودم. شما حرفای احمدی را تصدیق میکنید که تیمورتاش به سکته قلبی مرده؟ گزارش رسمی اینطور بوده، حتی در جواز فوت هم ذکر شده. واقعیت چی بود؟ من پزشک نیستم، بر اساس گزارش‌های واصله اقدام می‌کردم. اظهارات محافظین بند ششم زندان حاکی از اینه که احمدی تیمورتاش را مسموم کرده و سپس خفه کرده. تایید می‌کنید؟ نمی‌دونم قربان. من زمان مرگ پیش تیمورتاش نبودم. یعنی امکان داشته پرسنل شما دست به قتل بزنه و شما بی اطلاع باشی؟ خب شاید هم این پاسبان‌ها دروغ میگن. ساکت، لطفاً ساکت. طبق مدارک و شواهد به نظر میرسه که شما دارین دروغ میگین آقای راسخ. من طبق وظیفه هم عمل کردم. آقای رئیس، با اجازه. تیمورتاش وقتی از توطئه قتل خودش با خبر میشه، پیش سرهنگ راسخ شاکی میشه. آقای راسخ که الان منکر همه چی هستن، ابتدا سعی میکنه که سوء ظن او رو برطرف کنه، ولی بعد با پزشک احمدی تبانی میکنن که چطور زودتر از شرش خلاص شه. من با کسی تبانی نکردم. چرا کردید؟ مدارک وجود داره آقا. ابتدا سعی میکنن مسمومش کنن،
ولی تیمورتاش متوجه میشه. در همون زمان چند نامه پر از تضرع و زاری برای شاه مینویسه که دلش رو نرم کنه، ولی موفق نمیشه و بعد پزشک احمدی اونو خفه میکنه. بنده تقصیری ندارم. هر دستوری به احمدی میرسید از طرف شخص سرتیپ آیروم ریاست شهربانی بود. احمدی با ایشون کار میکرد، نه من. ولی مباشرت شما در قتل محرز آقای راسخ. به من چه قربان؟ رئیس شهربانی دستور قتل را صادر کرده بود، احمدی هم اجرا کرد. بنده این وسط چی کارم؟ تا چند دقیقه پیش که منکر قتل بودین آقای راسخ. خب شما آدمو گیج میکنید آقای رئیس. تناقض‌گویی آقای راسخ و پزشک احمدی نشون میده که هر دو دروغ میگن. کشتن آدم‌ها هر چقدر فاسد و جنایتکارم باشن، اونم به این طرز فجیع، غیر قابل توجیهه. نه در شهر و نه در عرف چنین کاری رو تجویز نمی‌کنن. تیمورتاش رو میتونستن محکوم و نهایتاً اعدام کنن، ولی چنین نکردند. ترجیح دادن طبق نسخه خودش به قتلش برسونن. روشن‌تر حرف بزنید آقای عبدو. بله، تیمورتاش رو طبق نسخه‌ای که برای دیگران پیچیده بود به قتل رسوندند. سالها پیش که در اوج قدرت و غرور بود، شیوه از بین بردن مخالفین خودش رو اینطور عنوان کرده بود: اشخاص بزرگ رو نباید به جرم سیاسی محبوس کرد، زیرا در این موقع افکار عمومی خارجه و داخله تحریک می شود و پشتیبانهای داخله و خارجه به آنها کمکهای مؤثر می کنند. هر کس را می خواهید از میان بردارید، او را آلوده به دزدی کنید و در منجلاب رذالت و پستی بیندازید و تا می توانید لجن به صورت او بمالید. این حرف مال پدر من نیست. چرا خانم تیمورتاش؟ این عین حرف پدرتونه. من هر وقت با این گونه قطعه روبرو میشم یاد اون شعر معروف میافتم: ای کشته کرا کشتی، تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود آن که تو را کشت. دادگاه جهت تنفس تعطیل اعلام می‌گردد. چرا اصرار دارید به جای محاکمه قاتلین پدر من، پدرم رو محاکمه کنید؟ اونم با این لحن زشت و زننده. خیلی علاقه مندید چوب به تابوت مرده بزنید؟ تا مرده کی باشه خانم؟ از قیاسی که می‌کنم ناراحت نشید. مردم هزار و اندی ساله که یزید و شمر و خولی و ابن زیاد رو لعنت می کنند. این چوب به مرده زدن نیست، یادآوری گذشته است، البته برای مردمی که چشم بصیرت دارند. پدر من نه شمره، نه ابن زیاد و نه یزید. او صادقانه خدمت کرده به شاه، به کشور، به این مردم و امثال شما. خدمت؟ به کدوم مردم خدمت کرده؟ پدر شما از همون ایامی که والی گیلان بود دست دست مردم بیگناه و طرفدارهای جنگل رو میکشت. حرمت قولی رو که پشت قرآن نوشته بود نگه نداشت. به اعتبار همین قول دکتر حشمت جنگلی خودش رو تسلیم کرد. پدر شما این مرد بیمار و درمانده رو در رشت به دار زد، اموال و ناموس مردم رو برباد داد. مجالس عیاش و کسافتکاریشم که شهره آفاق بود.
جنگلی ها متجاسر بودند آقا، بر ضد دولت مرکزی قیام کرده بودند. اگر پدر من به وظیفش عمل کرده و جلوی اونا ایستاده، آیا باید سرزنش بشه؟ داستان همیشه که المأمور و معذور، بر فرض محال که حرف شما درست باشه، اما تکلیف صدها مرد و زن و کودک گیلکچی که به دستور پدر شما کشته شدن، اون همه جنایت و خیانت برای خوشخدمتی به شاه چی؟ مقام دوم مملکت نصیب کسی نمیشه خانم تیمورتاش، مگر این که از رو خون و ناموس و اموال مردم بگذره. خیلی از کسانی که الان مستر کار هستند از پدر من بدترن. از خاندان سلطنت بگیر تا وکلای مجلس، از قوام السلطنه نخست وزیر، سپهبد احمدی و یک کرور ژنرال دیگه، آیا جرأت دارید اونها رو هم محاکمه کنید؟ یا فقط در مقابل مردگان بی دفاع می‌ایستید؟ ببینید خانم تیمورتاش، من خستم، بعد از ظهر جلسه دادگاه دارم، الان وقتی نیست که با شما بحث کنم، یعنی بحثی ندارم بکنم. حرفی دارید در دادگاه بزنید. ببخشید جلسه داریم؟ خیر، مرافعه داریم. چطور قربان؟ خبری شده؟ این همون پرونده یه که میخواستید. خیلی ممنونم، یادم رفته بود. هنوز حرفی مونده؟ البته اگر گوش شنوایی وجود داشته باشه، وگرنه گفتنش بیهوده است. من مجری عدالت هستم خانم، و بر اساس شواهد و مدارک جهت‌گیری میکنم. برای اینکه عدالت درست اجرا بشه، ناچارم که بی‌رحم باشم و احساساتم رو در کارم دخالت ندم. اگه شما عزادار پدرتون هستید، پدر شما هم صدها دختر و پسر رو عزادار پدرانشون کرده. اونا هم حق دارن صداشون یه جایی شنیده بشه. من صدای اونا هستم، همینطور که صدای شما در مقابل پزشک احمدی. من نیازی ندارم کسی صدای من باشه. صدای خودم و اندازه کافی رسا هست. خیلی خوشحال هستم خانم. هر کس بتونه حقوق خودش رو دنبال کنه، باری از دوش من برداشته. خانم تیمورتاش، میخواستم بگم گاهی خشونت لازمه عدالته. از حرف آقای دادستان دلگیر نشید. دلگیر نیستم، متاسفم. وقتی میشنوم آقای مختار و دار و دستش در چه رفاه و آسایشی در زندانی کیفر به سر میبرد، این دم از عدالت زدن برام مسکه. اولا که فقط سرفاز مختار در رفاه و آسایشی، در ثانی فشار درباره، از عهده ما هیچ کاری ساخته نیست. سلام. توصیه‌های اکید و اصرار شخص اشرف پهلوی، اینه دیگه. همیشه از این زن متنفر بودم، یک زن فاسد، هوسران، هیله‌گر و بی‌رحم، یک ماکیاول مانس. ما هیچ وقت رابطه خوبی با هم نداشتیم. برای کاملا میفهمم. میخواستم یه چیزی بگم، البته از طرف من دلگیر نشید خانم تیمورتاش. بله. میخواستم بگم اشرف پهلوی از لحاظ خصوصیات شباهت کاملی با پدر خود شما داره. بله، البته با یک تفاوت، و اون اینه که اون کسی مثل شما نداره که بتونه اینطور با جوش و خروش ازش دفاع کنه. ببخشید. خواهش میکنم.
حبسران، فاسد، بیرحم، حیله‌گر و خدا میدونه چند صفت زشت دیگه که به پدرم نسبت میدن. هرچو که میرم همین حرفا زده میشه. نمیدونم چقدر این حرفا واقعیت داره، ولی قطعا همه مردم دروغ نمیگن، اونم اینطور صریح و روشن. اما پاپا برای من فقط یه پدر مهربون بود، یه پدر دوست داشتنی، با قدرت، با شخصیت. یعنی ممکنه بابا دو چهره داشته، دو شخصیت، دو روح، دو فکر، دو جور زندگی. بابای بیچاره، دلم هنوز دوست داره، ولی فکرم به شک افتاده. تردید، دو دلی و سایه سنگینی شک. واقعا تو کی بودی بابا؟ زن آقا. بله. چرا این پروفور همه را عوضه ریختی؟ کدوم عوضه؟ همه گایسه ها را تو خراب کردی. تمام بابا تو یه بریلی زن زن بابا تمام هر جنازه خرابه لیم زن بابا تمام رو به هموزون دو دو جمع زن بابا همه را خراب دوست تمام رو این زن بس کرد بازو دوگم بقیل آقای می نوی جازی من بیرم بابا می نوی نخواه باسا چیجا گروپ داره تمام عوضه جو گارسیا این روسای این کار هرچی به بیه گوش کن آخه چرا خراب کردی این روپا رو هرچی به بیه گوش کن روپا رو دو مرتبه افتر بچین سلام لاله سلام بخ بخ آقای محرم علی من ما نشما که داره کجایی مریض آقایی از همین مریضی های راهی شد پس این همه اخبار ضد دولتی که چاپ شده برای خاطر ناخوشی توه سانسورش داره؟ کدوم روستا من؟ کی پخش شده؟ کی جرأت کردن بدون ممیزی خبر پخش کنه؟ آقای مینوی حالا من نه هر کی دیگه بالاخره مملکت بدون ممیز دامن های شوخی ها نکن با شوهد اینو مینوی آقای مینوی کمکار شد دیگه کمکاری من علت داره آدم های بد حساب و کارشون قبول نمی کن بعضی کاغذ هم ندارم کاغذ؟ بزنات کشور مگه شما سهمیه نمیدیدید؟ آخه من افرام جزو لیست سیاد خودش تقصیر داره آقای مینوی چند بار خدمت حضرت عالی از کرده که از بس اعلامیه به نام این اون اسم مفتها این ور اون ور چاپ میکنه عصبانش میکنه سهمیه کاغذ قطع میشه ساده تن راهش همینه دیگه روش کن محرم من از پس کاغذهای گرون بازار بعد میام اما از پس بعد از اولش که گفتم که از قدیم گفتن که سر سبز زبان سرخش باید بده تمام میشه شده باشه دارم تلفن دارم خواهش کنم خوش نمیدیش الو چارخونه مینوی سلام پیر مرد دماوندی هستم سلام آقای دماوندی حال سرکار چطور؟ چه عجب یاد ما کردی؟ عجب نداره هر وقت دلتنگ میشم یادت میفتم از گپ زدن باهات لذت میبرم دلتنگیتون برای چیه قربان؟ من اصلا گاهی وقتا شک میکنم که شما دلم داشته باشی چه برسه دلتنگم بشی خیلی ها مثل تو فکر میکنن مینوی ولی باور کن هم دل دارم هم دلتنگ میشم اطرافم رو یه مشت لات و باجگیر و چاقوکش بردن که تو مغزشون یه ذره فهم و شعور نیست حتی این تیمسار کوپا آقای دماوندی اینا آدم هایی هستن که خودت انتخاب کردی آدمات هم برات پول میارن قدرت میارن نوچهات هم درسته پراکسلند آبی اوک بله چایی با؟ بله بار بی زحمت بیردن از چایی بیرد چشم چشم الان گفتیم تو تزدم دیا بله تزدم دی خیلی دلم میخواد بیشتر با حرف بزنم ببینم
وقت داری امشب یه سر بیای ستاره اینو؟ نه خیلی گرفتارم. گرفتار چاپونه؟ نه دیگه دادگام هست دیگه، سرم نمیتونم بخورم. وقت تلف کردنه. میخوام درباره چاپونت باهات یک معامله ای کنم. چاپونه فروشی نیست. صحبت خریدش نکردم پیرمرد. کاغذ برات دارم. فراوو مرغوب و برای شخص تو با تخفیف. رشوه میخوای بدی؟ ببین نه، من به قیمت بازار سیابات حساب میکنم. رشوه تو کار نیست، ولی خب تخفیف چرا؟ از کجا آوردی؟ این دیگه جزء اسرار نگوست. آقای دامبندی، من مالخر نیستم، مال دزدی نمیخرم. جنس دزدی نیست، اینه بهت قول میدم. خیلی خوب، کارم راستیلیت میکنم، میام پیشت. خداحافظ. کجا بودی؟ تو دادگاه بودم آقا. چه خبر بود؟ اولین جلسه محاکمه پاکبان بود به جرم توطئه تیرباران نایب تولیهی آستان قدس رضوی. مربوط میشد به فاجعه مسجد گوهرشاه؟ بله آقا، ولی از اون واقعه حرفی به میون نیومد. شاکی کی بود؟ سلمان اسدی، برادر ولی‌الله خان اسدی که اعدام شده بود. سلطان زاده رو دیدی اونجا؟ بله آقا، ولی موقع تنفس دادگاه یهو غیبش زد. یاد نره برادر برو اونجا با دقت بشین بنویس. من قرار بود کاغذ چاپ بگیرم آقا. کاغذ خودم گرفتم، فراموش نکن. باشه. سلام جناب دکتر. سلام. به به سرکار خانم تبایی، حال احوال شما چطوره؟ خیلی متشکرم. همکار محترم، چه عجب سری به این حقیر زدید. فرصت گیر اومد، گفتم یه نیم ساعتی از بیمارستان بیام بیرون. برای هواخوری؟ نه خیر، کار داشتم. با من؟ بله، دارو میخواستم و یه مقدار وسایل بانداش، پنبه، محلول ضد عفونی، باند، به اضافه پنسلین از هر نوعی که شد. میبینید که ظاهر و باطن از وسایلی که میخواید فقط محلول ضد عفونی داریم، اونم نه مقدار زیاد. برای منزل میخواستیم؟ نه خیر، هم برای بیمارهای خودم هم برای بیمارستان. تا بیماری یک نفر رو با هزار زحمت مداوا میکنیم، بعد تازه میبینیم از محیط آلوده بیمارستان 10 تا بیماری دیگه گرفته. زخمی های صفهای نونوایی و کوپن های دولتی و غیره هم بیداد میکنه. واقعا با این همه کمبود باید چی کار کنم؟ خانم چرا مدیریت بیمارستان اقدامی نمیکنه؟ دستش به جایی بند نیست. از اون گذشته بیشترین فشار روی منه. بخش عمومی رو من اداره میکنم. محل همه مصیبت ها هم اونجاست. من تنها کاری که دستم برمیاد معرفیتون به بازار سیاهه، به یکی از همین دلالای رسمی. در غیر این صورت بعید میدونم که کارتون راه بیفته. پیش کی باید برم؟ اولین و مهمترین آدمی که باید برید پیشش آقای دماوندیه، صاحب کافه ستاره نو. دماوندی؟ فکر کنم همون تاجریه که سال پیش باهاش همسفر بودم از آبادان تا تهران. آقای مینوی و یه تیمسار فراری هم همراهمون بودن. احتمالاً خودشه، از دوستان آقای مینویه، حرفش هم میخونه و وسایل مورد نیازتونم خیلی راحت میتونه فراهم بکنه. من راه دیگری بلد نیستم، نمیشناسم. میتونم یه تلفن بزنم؟ خواهش میکنم، بفرمایید. متشکرم. کار بسیار سختی رو از من میخواین خانم دکتر، واقعاً سخته برام. چاره دیگه ای ندارم. بودجه ما محدوده و نیازهامون فراوون. اگه خودم برم پیشش ممکنه گرون حساب کنه. خانم دکتر تابایی، من همیشه از معامله با اینجور آدم ها اکراه داشتم، پرهیز میکردم. مخصوصا به این صورت که من برم خواهش کنم. ولی خیلی خوب، من به خاطر خودتون، به خاطر مریضاتون این کارو میکنم. ولی خدا شاهده از تای دلم نمیخوام. خیلی لطف میکنی. من لیست اقلامو میذارم پیش دکتر ستاری. بیش از این مزاحمتون نمیشم، چون باید برگردم بیمارستان. خیلی متشکرم. خداحافظ شما. خدا نگهدارتون.
این لیست اقلام مورد نیازه. ممکنه چیزی از قلم افتاده باشه. اگه به نظرتون رسید بنویسید. اگر همه این اقلام آقای مینوی بتونه تهیه بکنه خیلی هنر کرده. بروی چشم. تا این همکارمون بیاد من یه بررسی دقیق میکنم. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. خداحافظ. منتظر تماستون هستم. خواهش میکنم. اطاعت بشه. مگه با این کلک ها بکشونمت اینجا؟ با پای خودت که نمیاد؟ آخه من چه کاری ندارم، نه طبعم سازگار اینجاست نه پولم. واسه طبعت کاری نمیتونم بکنم، اما پولی تو چه؟ او نه 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 نه، من همه عمرم دستم جلو کسی دراز نکردم، حتی در بدترین لحظات زندان و تبعید. من هیچ وقت نفهمیدم این معیارهای اخلاقی ما ناشی از چی؟ عادته، سنته. چی؟ مثلا سیاه پوش شدنمون در مراسم عزاداری. خب چرا سفید نمی پوشی؟ سرخ، زرد یا آبی؟ چرا سیاه؟ سیاه عمیق‌ترین و تیره‌ترین رنگه، نشونه کامل غم و اندوه. قرمز که نمیشه پوشید. نه، بازم این استنباط ماست، هیچ دلیلی براش نداریم. یادم میاد توی شهرک نزدیک پاریس یه آدم عجیب غریبی بود که یه ماشین عجیب غریب هم داشت. یعنی چی عجیب غریب؟ یعنی چرخاش حالا بود؟ نه بابا نه. کارش این بود که فاضلاب چاهکای توالت خونه ها رو خالی میکرد. مردم اسمشو گذاشته بودن اودوکولون. اسم این بابا رو؟ آره. هر وقتم که کارشو شروع میکرد مردم دماغشون رو میگرفت، ولی خودش انگار نه انگار با جدیت کارشو ادامه میداد و هیچ به بوام توجهی نداشت. یه تز عجیب و غریبی هم داشت. میگفتش که بین بوی گند و بوی عطر براش هیچ تفاوتی نداشت. اگه از روز اول به ما یاد میدادن که بوی گند خوبه بوی عطر بده، شاید فرض دنیا یه جوری دیگه میشود. نمیدونم، شاید. خب این آقای اودوکولون نظرش راجع به کثافت های چاهکا چیه؟ نظر جالبی داشت. میگفتش میگفتش که این همون چیزیه که آدمیزاد تولید میکنه. میگفت فکرم همون چیزیه که آدمیزاد تولید میکنه. فکر چقدر شبیه فکرهای توه. شک نداشته باش. خب درسته، ممکنه که آدمیزاد یه چیزایی تولید بکنه، ولی به صرف تولید شدن که ارزشش یکی نیست. من فکر میکنم که رفتار و فعل آدمه که شخصیت می‌سازه. از یک کسی مثلا ستارخان قهرمان، از یک کسی عین دوله مفهوم، از یک کسی فرخ یزدی، از یکی سرپرست مختار. همین آقا دارم. چرا فکر میکنی سرپرست مختار خطا کار باید مجازات بشه؟ فکر میکنم شما تشریف ببرید جلوی دادگاه، از هزاران شاکی و تماشاچی آقای مختار سوال کنید. اونا یا شعار میدن یا پوشه چار بادید. استقاق تو بیشتر از اینا نیست. خیلی خب، این صحبت رو بمونه واسه بعد.